سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال پی ام دنتی لایف. سلام بچه ها، ما کرونایی شدیم. بالاخره ما هم به دام کرونا افتادیم. ما از اول اینکه کرونا اومده بود تا حالا کرونا نگرفته بودیم. بعد سه دوز واکسنمون هم زدیم، ولاگش هم گذاشتیم. ولاگش هم بوده، همین چند روز پیش داشتم اتفاقا ادیت میکردم ولاگ دوز سوم واکسن کرونا، اونم براتون گذاشتم، اونم اگه دوست داشتیم میتونیم بریم ببینیم. ما تو دانشگاهمون یه سری از بچه ها کرونا گرفتن، بعد دیگه مصادف بود کرونا گرفتنشون با شروع امتحانا. و خیلی جالبه، مثلا 10 روز بعد از اون ما گرفتیم، یعنی اصلا فکرش هم نمی کردیم. دیگه اومده بودیم تعطیلات بین دو ترم بود. نه دیگه 10 روز بعد اونا البته خوب، آره تقریبا میشه یه ماه، ولی اونا دیگه خوب شده بودن و 10 روز بعد از اینکه اونا خوب شدن اونا گرفتیم. خیلی عجیبه. آره اصلا فکر نمی کردیم که مثلا دانشگاه کرونا گرفته باشیم. یعنی فکر می کردیم تو این هفته کجا رفتیم که کرونا بگیریم. بعد دیگه من زنگ زدم به دوستم، دیدم که نصف بچه های دیگه هم کرونا گرفتن، فقط ما نیستیم. بعد فهمیدم از دانشگاه کرونا گرفتیم. و بی خود نیست که مثلا میگن این اومیکرون خیلی چی میگن؟ سرایتش خیلی بالاه. آره واقعا سرایتش، به خاطر اینکه هم پارسال دوتا ماسک میزدیم، یا حتی اون دوستم که گفتم کرونا گرفته اونا همه دوتا ماسکو میزدن. آره ولی همه کرونا گرفته. دیگه بخواد منتقل بشه اصلا هر کاری هم بکنی فایده نداره دیگه، ماسک بزنی. آره ماسکو بزنی شما، ولی خب کلا گفتم. خب آها اینو علائم این اومیکرون هم خیلی شبیه سرماخوردگیه، هم به هر کی بگی میگه سرما خوردم، ولی گلو درد داره و یه مقدار سنگینی سر و آبریزش بینی و بدن درد. اوه من چند روز پیش خیلی بدن درد داشتم بدون علائم دیگه ای، و فکر میکردم به خاطر اینه که مثلا یه 6 ماهه کارهای دندون پزشکی انجام دادیم، اینجوری قوز کردیم و خم شدیم، فکر میکردم به خاطر اونه. ولی یه دفعه دیگه این آبریزش اینا شروع شد، فهمیدم نه همین اومیکرون است. یه نشونه اصلیش هم اینه که صدای اون کسی که کرونا میگیره مثلا. آره الان صدای ما فکر کنم گرفته باشه، با ویدئوی دیگه هم متفاوت باشه. بعد دقیقا شروع علائم ما مصادف بود با 1 روز قبل از اینکه دانشگاهمون باز بشه برنامه ترم جدید. دیگه امروز صحبت کردم من با آموزشمون، گفتن که باید برین تست کرونا بدین، تست مثبتتون رو بفرستین که مثلا بتونین یه هفته استراحت کنین. حالا ما هم الان میخواییم بریم تست بدیم برای اولین بار. حالا بچه من یه عذرخواهی هم بکنم از شما، من هی تو امتحانا وعده وعید میدادم امتحانامون تموم شه ایشالله کلی میتره کنیم فلان و بهمان، ولی متاسفانه تو طول امتحانا که سرمون شلوغ بود، بعد از امتحانا هم همین درگیر این بیماری شدیم. حالا ببینیم چی میشه، ولی خب میگم بازم قولشو به شما میدم، ویدیوهای ضبط شده داریم فقط ادیت نشده، یه ذره حالمون بهتر بشه با ادیت اینا میذاریم براتون که ادامه بدیم مسیرمون. راستی بچه ها اگه برای اولین باره که ویدیوهای ما رو میبینین، من و مریم دانشجو دندون پزشکی هستیم و تو کانالمون در مورد رشته دندون پزشکی و چالشایی که داره براتون ویدیو میذاریم و تولید محتوا میکنیم. اگه ویدیومون رو دوست داشتین ویدیومون رو لایک کنین و کانالمون سابسکرایب داشته باشین. زنگوله کنارش هم بزنین که هر بار ویدیوی میذاریم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و بتونیم ببینیم. خب بریم با هم ببینیم تست کرونا دادن چجوریه، با ما همراه باشیم. سلام بچه ها، اومدیم ما اینجا آزمایشگاه تست کرونا بدیم، نوبت گرفتیم حالا تا ببینیم چی میشه. همین تست رپیده. مریم زیاد حالش خوب نی؟ زیاد حالا حوصله صحبت کردن نداری؟
سلام بچه ها بگیر جواب رو جواب اومد بعد 20 دقیقه ما تست سریع دادیم بازم جوابش مثبت شد معمولا اخو با تست سریع میگن همش منفی میشه 50% هم خطا داشته تازه ما لودمون خیلی بالا خب اینجا همه چی رو نوشته دیگه اسم فامیل و کد ملی و چه تاریخی مراجعه کردی و نتیجه تست هم میگه مثبت کتبی هم نمیدن و فقط همینجا شفایی میگن مثبت باید هم 10 روز قرنطینه بشیم 5 روز نیست آره میگم کتبی هم نمیدن و همینجوری شفایی میگن ولی ما چون نیاز داشتیم به این کتبیش گفتیم که بهمون بگن ما تا این 2 روزی که متوجه شدیم علائم کرونا رو داریم یه سری قرص و اینا میخوریم گفتم به شما هم بگم شاید یکی کرونا داشته باشه به دردش بخوره یکی ادانت کلد رو میخوریم چون این همه علائمش این سرماخوردگیه یعنی من یاد بچگی ها میفتم که سرماخوردگی شدید میگرفتم مثلا یه روز نمیرفتم مدرسه اینا دقیقا همه علائمش هم مدلی آبیزش بینی و گلو درد شدید و بدن درد شدید که تقریبا روزی یه دونه اینو تا الان خوردیم عداد کن بعد برای آبیزش بینی هم آنتی‌هیستامین میخوریم خود عداد کن هم گفتنی هم توش استامینوفن داره هم آنتی‌هیستامین داره بعد اینکه گلوتون هم با چیز شستشو بدیم با سرم فیزیولوژی خیلی خوبه ما هر روز صبح این کار انجام میدیم خوبه هم چه برای پیشگیری از کرونا خیلی خوبه هم موقعی که کرونا داریم چون لود اون میکروب توی گلو و بینی کم میکنه بعد حالا اگه سرم فیزیولوژی هم در دسترس نداشتین میتونین آب و نمک خودتون درست کنین همون این سرافیزیولوژی کار میکنی آزیترومایسین هم میخوریم آزیترومایسین 500 که آنتیبیوتیک دیگه برای گلو دردمون آنتیبیوت هم یه نو بخو من یه نو خوردم دیشب پارسا یه ذره کلا اندامش جلده تر از منه زودتر شروع کرده من هر اتفاقی برای میفته زودتر پیشگیری میکنم آب جوشیدم خیلی خوبه آب گرم برای گلو بفرمایید چی بود؟ آه یه ویتامین سی هم بود پس ویتامین سی و دی و اینا هم که زیاد خوریم ولی خب نکته ای که هست مثلا ویتامین سی اشکالی نداره هر روز بخوریم الان قرص جوشان ویتامین سیه ولی ویتامین دی رو نباید دائم بخورین چون ویتامین دی محلول در چربیه باعث مسمومیت میشه مثلا ویتامین دی رو فکر میکنم مثلا ماهی یه بار یا مثلا 2-3 هفته یه بار بخور ولی ویتامین سی چون محلول در آبه مشکل ایجاد نمیکنه این پرتقالی هست چای تو؟ من جوشان نمیکنم چه قلقلی میکنه چه صدایی داره گوش بدیم به صدا خب بچه ها ببخشید دیگه ما یه مقدار حال و حوصله نداشتیم فقط چون کرونا گرفته بودیم گفتیم یه ویدیو برای شما بگیریم و یه توضیحاتی بدیم در مورد داروها و حال و احوالمون شاید به دردتون بخوره ایشالا که به دردتون نخوره یعنی ایشالا مریض نشین هیچ وقت تنتون هم سالم باشه تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا خیلی بدرود